برخلاف کشورهایی که رژه افتخار در اعتراض به نابرابری حقوق رنگین کمانی ها در آنها جرقه خورد، هلند نخستین رژه خود را در قالب جشنواره‌ای برای ستایش تفاوت‌ها و آزادی در شهر آمستردام برگزار کرد. آمستردام در هلند هیچ وقت برای برگزاری تظاهرات و اعتراض نبوده. در اصل برای جشن گرفتن آزادی و قبول تفاوت ها همیشه صورت گرفته. یکی دیگر از تفاوت های رژه افتخار در آمستردام طی کردن مسیر با قایق های شناور بر روی رودخانه آمستل است. 23 رژه افتخار همجنسگرایان در آمستردام برابر با 3 حضور ایرانیان در این مراسم است. ایرانیانی که قایقشان نخستین سال به خاطر مسائل امنیت قایق به حرکت در نیامد، توانستند سال گذشته دل صدها هزار تماشاچی این جشنواره بزرگ سالانه را بربایند و قایق منتخب نام بگیرند. شما برنده شد، یه مقدار میخوای از اون برای ما بگی چیکار کردی؟ چه فرقی داشت پارسال با امسال؟ پارسال سورحالی که داشتیم انسه انسان هم همینطور، یعنی توی قایق ترکوندیم، یعنی کل 4-5 ساعت ما همش در حال رقصیدن و پایکوبی و همه خوشحال دان و تمام هلندیان در آهنگای ایرانی میرقصیدن و یه خیلی قشنگ بودستم از نه نه جدا از نظر تماشاچیان شهر، نیمی از امتیاز را هیئت داوران به تم و شعار هر قایق می‌دهد. فکر می‌کنید باید چیکار کرد که این محدودیت‌ها از بین بره؟ ببینید این محدودیت ها فقط با اون شعاری که اول بهتون گفتمه، شعاری که واقعا عشق رو بفهمید، دوست داشتن یعنی چی؟ تعریفی داره، ما هممون انسانیم و دنبال عشقیم. بله، انسان ها مثل طیف رنگ ها هستن. 100%. ببین چقدر خوشحاله. سیاه نماد گذشته سیاه و سفید نماد آینده روشن. آینده را ما با داستان خود می سازیم. شعار امسال قایق ایران بود. هلند در 23 نمایش رژه همجنسگرایان به خوبی نشون داد که تونسته تفاوت‌ها رو هضم کنه و بپذیره. امیدوارم بتونیم خیلی زود در شهرهای مختلف ایران شاهد حضور همجنسگرایان و رنگی کمونی‌ها باشیم. آرام بلندپاس، ایران اینترنشنال، آمستردام.